سلام، مهدی خسروی هستم از zenbuild.com، مرکز آموزش مهارت های کار و زندگی. با قسمت چهارم از دوره آموزشی PHP و MySQL در خدمت شما هستم. در قسمت قبلی راجع به متغیرها و کلا کار با متغیرها صحبت کردیم. یه اشتباهی بود در نامگذاری پوشه ها که من فایل های پروژه جلسه سوم در جلسه دوم انجام دادم و یکم اشتباه شد که درستشون کردم. الان جلسه چهارم هستیم و میخوایم با هم راجع به انواع داده ها در PHP صحبت کنیم. پس در فولدر جلسه چهارم یک فایل میسازم به اسم datatypes.php که .php همونطور که میدونید پسوند فایل های PHP هست و با این علامت که احتمالاً تا حالا بهش مسلط شدید کد های PHP رو باز میکنم و میبندم، باز میکنم و میبندم و اینجا میتونم کد های PHP خودم رو بنویسم. همونطور که میدونید این یک متغیر هست و هر متغیر در PHP میتونه انواع مختلفی داشته باشه و انواع مختلفی از داده رو در خودش جای بده. یک نوع داده که PHP میتونه در متغیرها در خودش جا بده داده استرینگ هست که من به صورت کامنت توضیح میدم و بعد واسهش مثال میزنم. استرینگ به معنای رشته هست. هر چیزی که از جنس متن باشه میتونه یک رشته باشه. This is a string. این یک رشته هست. و همینطور یک استرینگ بعدی تعریف میکنم. استرینگ دو و همینطور این هم میتونه یک استرینگ باشه. هر چیزی که ما میتونیم به صورت یک جمله به صورت متن بخوایم در یک متغیر ذخیره کنیم باید از استرینگ ها استفاده کنیم که استرینگ ها میتونن با استفاده از سینگل کوت شروع بشن و تمام بشن و همینطور با استفاده از دبل کوت شروع بشن و تمام بشن. ولی حتما حواستون باشه که اگه با سینگل کوت شروع کردین با سینگل کوت تموم کنین، اگه با دبل کوت شروع کردین با دبل کوت اون رو به پایان برسونین. همینطور میتونید در استفاده از استرینگ ها توی استرینگ ها از کد های PHP هم به این صورت بهره ببرید که من اینجا فامیلی خودم رو به صورت بولد قرار میدم که اگه اون رو از لوکال هاست PHP جلسه چهارم و دیتا تایپس اجرا کنم میبینیم که اگه بیام و اکو کنم استرینگ دو رو واسه من فامیلی من به صورت بولد نمایش داده میشه چون اینجا از تگ بی استفاده کردم و اگه همینجا همینطور اینجا از تگ آی استفاده کنم و بخوام این تیکه از متن رو ایتالیک بکنم و بعدش هم بیام استرینگ رو چاپ کنم میبینیم که واسه ما این تیکه از متن به صورت ایتالیک و کج نویس نوشته شده و اگه بخوام بین این دوتا هم یک فاصله ای داشته باشم به این صورت عمل میکنم و یک تگ بی آر یا بریک لاین استفاده میکنم. گفتم باید کمی به HTML مسلط باشید واسه یه همچین جاهایی بود که با این تگ ها آشنایی داشته باشید. خود این جنس داده استرینگ بود که هر نوع متنی رو میتونیم با استفاده از داده استرینگ درون PHP تعریف کنیم. یک نوع داده دیگه داده اینتیجر هست. اینتیجر به معنای عدد صحیح هست یا با استفاده از INT هم اون رو مشخص میکنن. یک عدد صحیح هست، عددی مثل یه همچین عددی یک عدد صحیح هست یا هر عدد دیگه که هیچ رقم اعشار نداشته باشه میتونه یک عدد صحیح واسه خودش باشه و حتی میتونیم بگیم کلن هر عددی که به ذهنتون برسه که فقط قسمت اعشاری نداشته باشه و میتونیم اونها رو چاپ بکنیم و با اونها کارهای مختلفی رو انجام بدیم. میبینید که این یک واسه من به اینجا به نمایش در اومده که میتونم اینجا باز دوباره یک تگ بی آر این رو کپی کنم و اینجا بذارم و این یک رو هم اینجا داشته باشم. پس نوع داده بعدی داده اینتیجر یا عدد صحیح هست. نوع داده بعدی که در PHP قابل تعریف هست نوع داده فلوت هست یا عدد اعشاری که فلوت ها میتونن ممیز داشته باشن و اعداد اعشاری خونده باشن. برای مثال 12.5 یا حتی یه همچین عددی با یک همچین اعشاری. کلن هر عددی که یک نقطه روش باشه که این نقطه همون ممیز هست و یک عدد اعشاری حساب بشه. پس اگه من اینجا دوباره بیام و یک خط برم به خط بعدی و فلوت دو رو چاپ کنم میبینیم که واسه من
همچین عددی رو چاپ کرده و یک عدد اعشاری حساب میشه. شما نمیتونید در INT وقتی که این نوع هیچ اعشاری نداشته باشه یک INT حساب میشه، ولی اگه یک اسلش به اون یک ممیز به اون اضافه کنید این یک عدد فلوت حساب میشه که در PHP زیاد فرقی نمیکنه. اگه شما بخواید یک عدد INT رو به یک فلوت تبدیل کنید فقط کافیه که یک ممیز به اون اضافه کنید، در صورتی که در بقیه زبانهای برنامه‌نویسی یک ذره این قوانین سخت گیرتر هست. و همینطور اینم بگم که شما نمیتونید دو متغیر به یک اسم یکسان داشته باشید و حتما باید اسم متغیرهای شما با هم متفاوت باشه و فرق بکنه. اگه دو متغیر با اسم یکسان داشته باشید و اقدام به چاپ اون بکنید میبینید که مقدار دوم اون واسه شما چاپ میشه، و اگه جای این دوتا رو من با هم عوض کنم میبینیم که الان واسه من مقدار 12.5 چاپ میشه، چون اینجا این متغیر فلوت تعریف میشه و دوباره اینجا همین متغیر تعریف میشه و مقدار اون به جای این آپدیت میشه و برابر 12.5 میشه. پس حتما اسم متغیرها رو با هم متفاوت تعریف کنید که به مشکلی بر نخورید. نوع داده بعدی که در PHP قابل پشتیبانی هست داده بولین هست که در ریاضی هم داده های بولی درست یا غلط رو شما احتمالاً خوندید. داده های بولی دو نوع ورودی رو میتونن داشته باشن، یکی مقدار true و دیگری مقدار فالس که برای استفاده از عملیات اعتبار سنجی به کمک ما میان. داده های بولین فقط همین دو نوع هستند، true false، و اگه یکی از اونها رو بخوایم کپی کنیم میبینیم که واسه ما مقدار اون رو که یک هست، و اگه بخوایم فالس رو چاپ کنیم واسه ما مقدار اون که صفر هست و واسه ما به نمایش در میاده که فالس رو واسه ما یک هیچی چاپ نمی کنه، و چون فالس هست و غلط هست. true برابر مقدار درست و فالس برابر مقدار غلط هست که داده های بولین هستن که در آینده در پروژه های عملی بیشتر میتونیم با اونها کار کنیم و با کاربرد اونها آشنا بشیم. نوع آرایهای دیگه نوع دیتا های دیگه دیتا تایپ های دیگه که در PHP قابل دسترسی هستن آرایه ها هستن که در فصل خودش به اونها میپردازیم، و همینطور آبجکت ها که به اصطلاح واسه برنامه نویسی آبجکت اورینتد به کار میدن، و همینطور داده ای به اسم نال که میخوام اون رو در این قسمت توضیح بدم. نال مقداری هست که اگه شما یک متغیر رو تعریف کنید و هیچ مقداری به اون ندید به صورت پیش‌فرض نال هست. پس این عبارت این متغیر الان برابر نال هست، و همینطور این متغیر که به این صورت هم تعریف کنید بازم برابر نال هست. پس این متغیر و این متغیر دقیقا برابر یکدیگر هستن، ولی کاربرد این که نال چه زمانی کاربرد داره و چه زمانی میتونه از اون به عنوان مفید در کد ما استفاده بشه رو در زمان خودش در پروژه عملی واسه شما مثال میزنم و به صورت کامل با کاربرد اون آشنا خواهید شد. و همینطور اگه بخوام الان توضیح بدم یک توضیح بسیار خسته کننده و گیج کننده میشه، فقط اینو بدونید که نال یعنی هیچ، یعنی این متغیر مقدارش هیچ هست، صفر نیست، فالس نیست، استرینگ خالی هم نیست، فقط مقدار اون صفر هست و هیچ چیزی رو در بر نداره. و همینطور این متغیر مهدی دو هم دقیقا مقدار اون صفر هست. پس اینجا هم با هم با انواع متغیرها، انواع داده هایی که در PHP وجود دارن با هم آشنا شدیم. در آموزش بعدی میریم با هم سراغ شرط های if, else و else if رو چک میکنیم و اونها رو با هم یاد میگیریم. پس با من در زنبیل در آموزش بعدی همراه باشید. متشکرم.